بسم الله الرحمن الرحیم. از سالهای گذشته به این طرف شخصی به نام حبیب قوریانی در شهر هرات مرتکب جرایم متعدد شده بود که موجب آزار و اذیت شهروندان و همچنین عامل اصلی قتل بعضی از شهروندان، زورگویی و داشتن زندان شخصی، اخاذی، داشتن سلاح غیر مسئول و مسلح های غیر مسئول، قاچاق مواد مخدر و غصب زمین بود. خب محاکم به ارتباط گرفتاری از این احکام صادر کرده بود، قرار صادر کرده بود و نیروهای امنیتی چندین بار خواستن که قانون تطبیق بکنن و عوام فریبی و زورگویی همواره متواری میشد، تا که در دو سه روز گذشته این دست به اعمال مختلف زد و دو شهروند ما را به ضرب گلوله زخمی ساخت و چند نفر از اصناف و کسبکاران حدود 10 نفر در زندان شخصی خود حبس کرده بود و به یک خانواده را مورد لکتکوب قرار داده بود. دوسیه های جرمی از هم دوامدار مردم شاکی بودند، مظاهراتی را کردند، دروازه ولایت مظاهره کردند. خانواده و جوانی که در امسال از سوی ازی شهید گردید هم دوامدار از اعتراضات خود دست بر نداشتند، تا اینکه دیروز نیروهای پلیس ملی برای دستگیری از اقدام میکنند که متاسفانه در سایه مسکونی یک مقدار مردم ما متضرر شدند و تعدادی از مردم ملکی زخمی شدند، تا اینکه زندان شخصی ازی و محل قرارگاه غیر مسئولانه ازی توسط نیروهای امنیتی تسخیر شد و تعدادی از این نیروهای مسلح و زورگو تسلیم شدند. اجالتاً خود از این متواری است تحت تعقیب قرار دارد. مردم شریف نایی 13 و 12 ما بزرگترین سهم برای این نظام داشتن، بیشترین قربانی را دادن و آرامگاه بیشترین شهدای ما در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در این نایه است و الگوی خوب جامعه مدنی و شهروندی استند. اگر متاسفانه افرادی مثل ازی باعث آزار و اذیت ازی می شدن و دیروز هم به خاطر عملیات بر او موجبات نگرانی بزرگ شهروندان ما را فراهم شد. مزی که مردم ما نارام شدن، دیروز خسارمند شدن و به شدت متاثر و از تمام تلاش خود کردیم که دیشب تا صبح با جوانان، متنفذین، علما به مجروحین رسیدگی کردیم و الحمدلله تانستیم که 6 نفر از مجروحین که نیاز بود به بیرون از کشور انتقال پیدا کنن انتقال دادیم و با خانواده هایی که متضرر شدن رسیدگی میکنیم. نزدیک به 35 تا 40 نفر که آمار از شفاخانه ها را دوستا جمع‌آوری کردند، به گونه از این حادثه آسیب دیدن که همه زخمی شده ها است. ولی از مردم ما و نیروهای امنیتی ما کس شهید نشده الحمدلله. 2 نفر از این زورگوها به اساس درگیری جان خود از دست دادن و چند نفر از اونام زخمی هم. در مجموع در این عملیات حدود 23 نفر بازداشت شدند که با همکاری که با علما داشتیم، وکلای گذر محل داشتیم و بزرگان و مجاهدین محل، شبانه بر شناسایی از اینا دوباره رفتیم و او کسایی که در محل ارتباطی با قضیه نداشتن حدود 11 نفر دیشب رها شدند. اگر در بین از اینا هم بعد از تحقیقاتی که صورت میگیره کسایی که با این پیوند به زورگویی و آزار اذیت مردم دست نداشته باشن، اونا رها میشن. اونایی که باز
همدستای از ایجانی باشن به دستگاه عدلی و قضایی معرفی میشن. یک دوباره که نیروهای امنیتی به ارتباط از اقدام کرده بودن، خب سپر انسانی قرار داده بود مردم و متواری شده بود، آسیب زد مردم را، چون در ساحه مسکونی بود تمام تلاش ای بود که در او ساحه عملیات صورت نگیره. ولی دیروز وقتی که خانواده های متضرر در شفاخانه اعتراض برپا کردن و ولایت آمدن، باید به ارتباط از این اقدام صورت میگرفت و دستگیر میشد. آنچه که مهم، شورای علما، بزرگان، روحانیون، مجاهدین، شورای ولایتی، وکلای عزیز ما در پارلمان همواره خواهان اقدام جدی، قاطع و سریع حکومت شدند و توقع داشتند که اجازه داده نشه به همچون افراد که موجبات نگرانی مردم را فراهم بکنند.